عامل بعدی زلزله هایی که ما عمل به زمین یک چیز رو وارد می کنیم عکس العمل از زمین به عنوان زلزله بده ما شما جواب میده. در یکی از استادیوم های آلمان فوتبال بود، اگر دیده باشید تماشاچی ها با هم دیگر متحد میشینن بلند میشن موش میدن به طرف داری از تیم خود، همون در جریان مسابقه زلزله ثبت میشه. بعضی دلیل پیدا میکنم موجی که تماشاچی ها توسط نشست خود یک وزن وارد میکنم به زمین عکس العمل از زمین به عنوان یک زلزله پس پاسخ داده. حالا اگر شما بگیم سازهای فوق سنگین مثل سر مثل ساختمان ها به نگاه فوق العاده بزرگ کرد شما بگیم روی زمین بگذارید، اینا یک نیروی وارد میکنه که قبلا زمین شانه خالی بوده از این نیرو، حال یک نیرو وارد میشه زمین عکس العمل از اون به عنوان یک موج پس میده به ما، شما ممکنه باعث ایجاد زمین لرزه ها بشه. به همین خاطر به خاطر که وزن سدهای آب بالایه، ببینیم سد مثل ما قبلا یک رودخانه بوده، این هم رودخانه بوده، این آب نبوده، عدی آب دور میکده وزن هم نبوده، ولی سد بکشیم میلیون ها متر مکعب به اینجا جمع کرده، این خود از یک وزن فوق‌العاده بالایی در همین قسمت ایجاد میکنه ممکنه باعث نشست ها بشه. و در کنار از خود زمین پر از حفره، یعنی در داخل زیر زمین حفره بسیار کلان وجود داره. ما تحقیقاتی که در سد سلمواق کردیم یک از اون انجینر صاحب ها میگفتند که ما در یک از این چاهایی که عفت کردیم برای تزریق سمنت که محکم شد اینا با 30,000 کیس سمنت ما پمپ کردیم تا اینکه پر شد، یعنی این قدر پیدا اینها خوبه بعد پرکاری بشه. مثلا پایل فوندیشن هایی که به ساختمان چی شده پروژه سرافان جناب استاد باز ارائه میکنند در مرزیدن 5 دقیقه، اینها باعث تقویت میشه که زمین آماده بشه که وزن رو تو نور داره و نشست نکنه و زلزله ایجاد نشه. بریم بحث بعدی.